ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نرفتم جز به مهره که تو به گدایی در میکده بودم شب و روز، همت پیر مغان خادم مستانم کرد. شعریست از زبان حال مددکاران همکار خودم. تشکر میکنیم از تشریف فرمایی استالی در این مجلس بسیار باشکوهی که شکوهش خود حضرت عالی هستید و تشویقیست برای مددکاران تهران و شهرستان ها که امروز در سمیناری در خدمتشون بودیم و الان اینجا حضور دارن. و تشکر میکنیم از آقای تبریزی به خاطر محلی که در اختیار مددکاری گذاشتن و تشکر میکنیم از همکارانی که در عرض سال در ارگان ها، بیمارستان ها و غیره با مددکاری همکاری صمیمانه‌ای داشتن. موبایل روشنه، موبایل
تذکری که هر سال در جشن سالیانه مددکاری دادیم و امسال هم میدیم این است که مجالسی که از طرف مددکاری تشکیل میشه از بودجه مددکاری نیست. بودجه مددکاری اختصاص داره به 38 قسمت خدماتی که امروز به خیلی سریع برای اینکه وقت نداریم خدمتون توضیح میدم و هدایا و پولهایی که برای مددکاری خرج میشه اینا هدیه هایی است که به صورت رایگان در اختیار ما گذاشتن یا احیانا کسی پول داده که ما بریم این رو برای این جشن ها خرج بکنیم نه برای کار مددکاری. چون فرصتمون خیلی کمه به صورت گذرا 38 واحد خدماتی که الان در مددکاری فعاله خدمت رو عرض میکنم به دلیل اینکه بعضی ها میخوان در این واحدها بیان همکاری داشته باشن، بعضی ها بیان کمک بخوان از این واحدها و عذرخواهی میکنم از مسئولین این واحدها که من فرصتی برای اینکه بخوام شرح و بسط بدم برای این 38 واحد ندارم به دلیل اینکه باز یه مقدار دیگه هم کار داریم. مجموعاً نیم ساعت برای وقت امروز برای بنده گذاشتم. درمان سرپایی، بستری در بیمارستان ها که امروز دیدم که چند تا از همکاران ما در بیمارستان ها که از فقرا هم نیستن تشریف آورده بودن با این وضعیت در اینجا، مشاوره و روانشناسی یکی از قسمت هایی است که از پارسال تا امسال ما اضافه کردیم به قسمت درمانمون. قسمت کاریابی قسمتی است که افراد آقایون همکارای ما ایجاد کار میکنن و کار پیدا میکنن برای این قسمت ها. این دو قسمت مختلفه. من در قسمت کاریابی از کسایی که صاحبان کار و حرفه هستن تقاضا میکنم حتی المقدور افرادشون رو که نیاز دارن از طریق ما از طریق مددکاری تأمین بکنن که ما بتونیم یک قدمی برای کار فقرا برداشته باشیم. مسئله ایجاد کار هم کسایی که هنرهایی دارن مخصوصا بین خانمها گلسازی، شیرینی سازی نمیدونم و کارهای دیگه که ما بتونیم با یه سرمایه کمی ایجاد کار بکنیم برای یه عده، مخصوصا خانمایی که میخوان هم بچه داری بکنن در منزل و هم کار بکنن و یه مقدار درآمد برشون ایجاد بشه با ما در این قسمت هم همکاری بکنن. مسئله مسکن یکی از مشکل ترین مسائلی است که امروزه ما مواجه هستیم باش. مسئله مسکن تا اونجایی که تونستیم برای ودیعه مسکن و تا مقداری هم خوشبختانه وامای 18 میلیونی الان که شروع شده یه عده صاحب خونه شدن که اونم تا اونجایی که تونستیم در حد مقدوراتمون در این راستا هم قدم‌هایی برداشته شده. مسئله ازدواج دیگه شرح و بستی نداره، خودش مشخصه. کمک‌هایی برای جهیزیه و سایر مسائل، کمک‌های نقدی هست و کمک‌های تغذیه‌ای که به صورت تغذیه گوشت، مرغ و چیزهای دیگه‌ای افرادی رو شناسایی کردن این مسئولین واحدها و بعد می‌برن در منازل به اینها میدن. در این قسمت‌ها همه میتونن شرکت کنن. مثلا اون بسته ای که ما به صورت تغذیه میفرستیم در منازل میتونم کسایی که بخوام مثلا فرض کنید یه عدس هم بیارن بذارن تو این بسته. شورای فرهنگی خیلی فعال، شورای فرهنگی ما تیتری که خودشون دادن برای این قضیه این است که برای بالا بردن سطح علمی کامپیوتر، کنکور و کلاسای دبیرستانی و همچنین مشاوره تحصیلی دارن هم در دورهای مهندس و هم در قسمت مددکاری فعالیت میکنن. مسئله آزادی زندانیان که به صورت ناخودآگاه و مشکلات تجارتی اینا برخورد کردن باش یکی از قسمت هاییست که ما نظوراتی داریم در این مسئله که فقط در این راستا خرج بشه. کم و بیش در این مسئله هم در سال گذشته فعال بودیم. مسئله قرض الحسنه مشخصه. وسایل زندگی این چیزاییست که فقرا در منازلشون اضافه دارن برای اون چیزایی که لازم دارن، یه چیزی نوعی میخرن اونا رو نمیخوان، اونا رو در اختیار ما بگذارن، اون ما به همون نسبت به کسایی که نیاز به همون وسایل دارن میدیم.
مشاور احتیاط رو ما قبلا هم صحبت کردیم راجبش، خیلی وقت و فرصت امروز نداریم برای این مسائل، ولی کماکان این قسمت فعاله و خوشبختانه افراد پاک شده زیادی ما داریم که بسیار بسیار باعث افتخار هست برای خود شخص من. مشاور حقوقی که آقایون وکلا اهم از خانم‌ها و آقایون، کماکان در هفته دو روز، روزهای یک شنبه و پنج شنبه که ما در حسینیه پذیرش داریم، می‌نشینیم، کسایی که به ما میخوان استفاده بکنن از مسائل مددکاری تشریف میارن، در اونجا باشون چیز میکنن. این مشاوره حقوقی کماکان هست و دو روز در هفته در حسینیه در همون قسمت دفتر مددکاری نمایندگان حقوقی اونجا هستن و اطلاعات لازم رو به کسایی که نیاز داشته باشن میدن. سالمندان زن و سالمندان مرد. سالمندان زن رو ما سه سال پیش چیز کردیم، افتتاح کردیم که خود حضرت عالی هم تشریف آوردید در محل و افتتاحیه اونجا انجام شد. سالمندان زن رو با توجه به اینکه ما مشاوره های قبلا کرده بودیم و اطلاعاتی راجع به این مسئله از ارگان های مختلف و جمله سرای سالمندان کهریزد گرفته بودیم و خیلی هم با همکاری داشتن، با این حال ما نمیدونستیم واقعا که میتونیم این کار انجام بدیم یا نه. در ظرف این سه سال تجربیات زیادی پیدا کردیم. الان در قسمت سالمندان زن ما مشکلی اجرایی نداریم، الا که جامون خیلی خیلی تنگه. استقبال بیش از حدی که از سرای سالمندان شده یک جای وسیعی تری رو میطلبه که کسایی که حالا امکانات دارن میتونن در این قسمت بیان، دست به دست هم بدیم، به اتفاق هم اینجا روی خورده درستش کنیم. قسمت سالمندان مرد رو تا چند روز پیش ما گذاشته بودیم جزو اون آیتم هایی که امروز به شما بگیم هیچ اقدامی روش نکردیم، ولی چند روز پیش شخصی محترمی که دعوت کردم، نمیدونم تشریف آوردن یا نه، به من مراجعه کرد و وقتی من این مشکل گفتم منزلش رو در اختیار ما گذاشت و گفت حالا من فعلا مدتی نمیخوام. ما سالمندان مرد رو انشالله از چند روز دیگه شروع میکنیم به افتتاحش، ولی این سالمندان مردم این جایی که به ما دادن موقته، هر وقت بخوان باید بهشون پس بدیم. من درخواستم این از هستش که از کسایی که امکانات دارن باز بیان بشینن با همدیگه یک جای مناسبی برای این مسئله داشته باشیم که انشالله همیشه برای خودمون باشه. محل برای اسکان بیماران قبل و بعد از عمل جراحی. وقتی که ما بیمارا رو از شهرستان ها میفرستم به تهران، ما ناچاریم این بیمارا رو که بعضیاشون جا ندارن، در فامیل چیزی ندارن، اسکان بدیم در یه محلی، بعد کارای عمل جراحی و کارشون اسکانشون در بیمارستان انجام بشه. بعد از اینکه اینها از بیمارستان هم مرخص شدن، امکانش نیستش که ما همون ساعت اینا رو بفرستیم تو شهر خودشون، یه چند روزی بعد اینجا نگه داریم، از نظر غذا، از نظر سایر وسایل تحت پوشش قرار بگیرم، بعد وقت برن. الان برای این کار ما جا داریم، الان هم میپذیریم، در اون جا هم داریم اسکان میدیم، ولی مناسب نیست. و خواهش میکنم از کسایی که در امکانات دارن بیان با ما همکاری داشته باشن. نظارت و راه اندازی واحدهای مددکاری در شهرستان ها که امروز این سمیناری که داشتیم یکی از اون کارا بود که ما سعی بکنیم در شهرستان ها هم این مددکاری ها فعال بشه، اطلاعات رو اونا بدیم و روابط با هم داشته باشیم، با تشریک مساعی هم افتتاح بشه یا اگر افتتاح شده فعالتر بشه این واحدهایی که در شهرستان هستن. من تا حالا 18 تا واحد رو خوندم، الان رفتم رو 19 همی. دفتر مددکاری دفتر است که ما بعد از اینکه دو روز در هفته در حسینیه می‌نشینیم و پذیرش می‌کنیم از کسایی که کارهایی دارن در رشته‌های مختلف که از عهدش برمیایم، اون وقت ما در ظرف هفته در دفتر مددکاری با همکارانمون که این کارها رو میتونن انجام بدن مینشینیم، هیئت مدیره داریم، در این دفتر جلساتی میذاریم برای رفع مشکلات و انجام خدماتی که پذیرش کردیم در اون دو روز در هفته. یه واحد درست شده الان اخیراً در امسال، واحد وسایل درمانه. یه کسی که اتفاقی براش میفته، خدای نکرده مثلا دست پاش میشکنه، یه چیزی هست، این لازم نیست مثلا یه تخت که بخواد بره بخره 600-700 هزار تومان باید پول بده. ما اومدیم این لوازم پزشکی که مازاد بر احتیاج فقرا بوده اینا رو در اختیار ما گذاشتن، در یه محلی اینا رو اسکان دادیم، یه مقدارم خودمون پول دادیم، یه وسایل جدیدم خریدیم.
مثلا فرض بفهمید دستگاه فشار خون، دستگاه دوشک مواج برای کسایی که مثلا مشکل سوختگی یا چیزی پیدا میکنن، اینا رو خریدیم، این در اختیار اونا میذاریم و بعد از اینکه کارشون تموم میشه مجددا برمیگردونیم و انبار برای کسای دیگه‌ای که بخوان این کار بکنن. همین مسئله رو که شما ملاحظه بفرمایید، میایم واحد تهیه دارو هم درست کردیم. کسایی که مورد عمل جراحی قرار میگیرن، الان کسایی که این چیزایی که من دارم عرض میکنم یه افراد متخصصی مخصوصا تو قسمت خانوما دیدم الان تشبه بودن، اینا رو میدونم. وقتی که یه عمل جراحی انجام میشه، فنری تو قسمت رگها قرار میگیره یا از اینطور کارها، دکتر بعدش یه داروهای خاصی رو تجویز میکنه که حدودا بین 3 ماه تا 6 ماه باید این خورده بشه، که حالا فلاویکس یا چیزای دیگه مثل همین هست زیاده. این داروها خیلی گرونه، یعنی قرص یه دونه 4000 تومان. برای کسی که خب نداره، تحت عمل جراحی قرار گرفته، تهیه این داروها مشکلی. این واحد این داروها رو با امکانات مالی که هم افراد در اختیار ما میذارن، هم بعضی خود داروها رو در اختیار ما میذارن، اومده و استفاده از مؤسسات مملکتی که با ما همکاری دارن و من یه بار تشکر کردم، بازم ازشون تشکر میکنم، صرف نظر از مسائل دیگه‌ای که هست، این با ما خیلی همکاری صمیمانه و خوبی دارن، دستشون درد نکنه. اونها هم در این مسئله دارو با ما همکاری دارن و این قسمت دارو، حالا اگر نتونه کلیه دارن، داروهای سرطانی هر نسخهش 700-800 هزار تومان پولشه، یعنی چیز ساده ای نیست که ما بتونیم به صورته، و اگرم مصرف نشه باز مشکلات ایجاد میشه. این است که به هر حال شروع شده این قسمت و کم و بیش دارن کمکایی میکنن. حالا اگر کل داروها رو ندن، باز یه قسمتی از این داروها رو دارن انجام میدن و به هر حال انشالله سال دیگه بتونم یه گزارش کاملتری از وضعیت این قسمت هم بدم. الان هست و کسایی که به این صورت هستن خودشون کمک میکنن. عیادت از بیمارستان بیماری ها، بیماران زن توی منازل، عیادت از بیمارها و افرادی که مسن هستن یکی از حساس ترین کارهای مددکاریه. ما میتونیم به وسیله این عیادت ها مشکلات این خانواده ها رو به اصطلاح بیرون بکشیم، خودمون بفهمیم که اینا چیکارن، چون خیلی اصلا به ما نمیگن، حتی ما رو به اشتباه هم میندازن در تشخیص این بیماری ها. یعنی وقتی ازشون میپرسیم مشکلات چیه، میگه من هیچ مشکل ندارم، در حالی که سر تا سر زندگی مشکله، اما نمیگه. و به هر حال اینها یه مهارتی دارن، در اینطور مواقع اینها رو متوجه میشن، میان قسمت‌های مختلف، قسمت درمان، قسمت تغذیه، قسمت‌های سالمندان زن، هر کدوم وظایفی توی این قسمت‌ها دارن که به هر حال در حد وسعشون انجام میدن. همین مسئله برای آقایون هم هست، باز یه عده از آقایون میرن برای عیادت‌ها و اینها رو قبلا ما میوردیم، ماه یک بار دعوت میکردیم در یه محلی که حسینی ارشاد دستمون بود و 15 روز یه بار خانما، 15 روز آقایون، در همه جمع میشدن دور هم و اینا میشستن با هم ساعتهایی رو میگذروندن و همون موقع پزشک میبرد از اینا فشار خون میگرفت، یه معاینات چیز میکرد. خیلی اینا خوشحال بودن که بعد از سالها تونسته بودن هم سلوکهای خودشونو که هر کی در سن و سال خودشه، معمولا هم از پیرا دعوت میکردیم، خب جوان هام که مددکارشون بودن میمدن، اینا خیلی براشون خوب بود، روحیه خوبی پیدا میکردن و آخر شب برمیگشتن. به علت اینکه جا نداریم، به این توجه فرد به این قسمت، به علت اینکه جا نداریم برای اینکه اینا رو دعوت بکنیم، الان یک سال این قسمت تعطیل شده. مسئله انتظامات اتومبیل ها که خودتون ملاحظه میفرمایید، در حسینیه انتظامات قبل و بعد از اینکه انتظامات درست شد خیلی با هم فرق کرده. الان ما تقریبا مشکل انتظامات، مشکل دزدی اتومبیل و بعضی از مسائل رو نداریم. اداره راهنمایی هم خیلی خوب همکاری میکنه با ما و تقریبا خودش هیچ گونه دخالتی نمیکنه، همه کار رو به عهده خود ما گذاشتن که آقای جعفری هم خیلی زحمتی تو این قضیه کشیدن. همکاری با موضوع ساخت و ساز در بیدخت هم کم و بیش کارایی بوده که ما تا اونجا که از دستمون بر اومده کردیم. روابط عمومی، روابط عمومی یه قسمتی است که برای اینکه مددکاری الان وسعت پیدا کرده و دیگه به شخص یا اشخاص خاصی بستگی نداره، اومدیم یه مددکار، یک روابط عمومی درست کردیم که فقرایی که کار دارن غیر از اون دو روزی که در حسینیه ما خودمون در خدمتشون هستیم،
اگه در هفته کاری خواستن سوالاتی یا کاری داشتن به روابط عمومی مراجعه بکنن. روابط عمومی مثلا از خود بنده وضعیت درمان بیمارستان ها رو بهتر بلده. یه موقع بنده مثلا خودم مراجعه میکردم، میدونستم که مثلا یه کسی که فلان بیماری رو داره باید کجا ببرم، با کی صحبت کنم. ولی یه مدتی که من دیگه نرفتم، اصلا دیگه این روش های جدید رو اینا رو من نمیدونم، بلکه مسئولین اینها به مراتب بهتر میدونم. خود بنده اگر این راه بخوام که اطلاعاتی بگیرم از اونا میگیرم. نتیجتا اگر به شما گفتن اینجا روابط عمومی شما بگید کارتون رو، عصبانی نشید، ناراحت نشید که حالا مثلا فلان کس دیگه تلفنم جواب نمیده و از این حرفا. نه، این به خاطر این قضیه است. قسمت متوفیات یه قسمتی است که خب به هر حال خدای نکرده یه مسئله ای که پیش میاد، اصلا آدم نمیدونه باید چی کار کنه، اول از کجا شروع کنه. به قسمت متوفیات ما یه عده افراد هستن که از بعد به امر راهنمایی میکنن که چیکار میکنن، یا خودشون کسایی داشتن که انجام دادن که فبها در غیر این صورت گام به گام با اینا میرن تا آخر سر که حتی اگر امکانات ختم یا غیرم نداشته باشن ظاهرا براشون میگیرن و دستشون در میاد. تکثیر نوار و چیزی که یه قسمتی از قسمت فرهنگی ماست که سالها الحمدلله فعال بوده، فقط قسمت‌های سخنرانی‌های اقطاب گذشته و خود حضرت عالی را الان تکمیل می‌کنن روی نوار سی دی و نوار کاست، و اینها در اختیار جاهای مختلفی که این نوارها رو گوش میدن میذارن که الحمدلله الان با دستگاهایی که خریدن روز به روز بر کیفیت کارشون هم اضافه شده. یک ابتکار جدیدی هم که زدن 250 تا عکس از اقطاب رو در یک سی دی اومدن جمع کردن. این قسمت انشالله در آینده فعالتر خواهد شد، شاید بعد از این قسمت رو ما اجازه گرفتیم البته، ولی قسمتی که در آینده میخواییم باید بریم کسب اجازه بکنیم. اگه اجازه بدن بیوگرافی زندگی هر کدوم از اقطاب و شاید در آینده مشایخ گذشته رو ما به صورت عکس و تصویر در روی سی دی بذاریم که گوش بدن. الان امروز ما جزو هدایایی که خدمتتون میدیم یه دونه از اون نوارهای 250 عکس 5 قطب هست که هر کدوم شماره داره، و اگر احیانا این عکس‌ها رو بخوان از ما بعدن هم میتونن روی شمارش به ما سفارش بدن تقدیم کنیم خدمتشون. واحد برنامه‌ریزی یک واحدی است که این قسمت مددکاری به صورت سنتی رشد کرد، یعنی ما هی مراجعه کردن به ما، از مراجعات اومدیم قسمت‌ها رو ترتیب دادیم. وقتی که یه خورده کار بیشتر شد دیگه با اون مسئله سنتی دیدیم کار پیشرفت نمی‌کنه، احتیاج داریم که افراد متخصص بیان و واقعا بشینن رو این مسائل، چه مسائل مالیمون چه مسائل اداریمون، سیستماتیک کار بکنن، چارت سازمانی تشکیل بدن، قسمت‌های مختلف رو از هم جدا بکنن، اون قسمت‌هایی که تقریبا به هم مربوطه با هم یکی بکنن، برای هر کدوم از اینا مسئولین بذاریم، افرادی بذاریم، بودجه‌ای بذاریم برای این کار، که این کار از یک سال خورده پیش انجام شده و خیلی هم در کار مؤثر بوده. یعنی این دو سه ماه آخر ما این قسمت برنامه ریزی واقعا تونسته بخشی از فشارهای ما رو که بی خود بعضی وقتا دنبال خود دور خودمون میچرخیدیم و یک کاری انجام بدیم برای اینکه نمیدونستیم چیکار کنیم، اون به ما خط و خطوط بده، دستشون رو درد نکنه، واقعا مفید بوده. مسئله هیئت مدیره که هیئت مدیره هر 15 روز یک بار جلساتی داریم، مشکلات این 15 روز رو اگر احیانا یه وقت لازم بشه هفته یه بار میذاریم، مثل این قضیه جشنمون که میخواستیم انجام بدیم در این یک ماه گذشته هفته یک بارش کرده بودیم، میان میشینیم مشکلات مطرح میکنیم، بعد حضورتون اشرا راه حل پیدا میکنیم و انجام میدیم. واحد پیگیری و کنترل اجرای خدمات هم داریم. فرض بفرمید که به ما گزارشاتی میدن که رفتیم عیادت فلان کس، رفتیم در فلان جا این کار کردیم این کار کردیم، اگه قرار بشه پیگیری رو این مسئله نباشه، خب مثلا مسئولین یا مسئولین رده مثلا قسمت های دیگه، بخواستم بگم رده بالاتر، ما بالا و پایین نداریم، قسمت های دیگه باید نه اطلاع داشته باشن که واقعا این کار انجام شده یا نشده. یه واحدی هست که زنگ میزنن مثلا به اون قسمت که شما مثلا کسی عیادت برای شما اومده ظرف یک ماه نیومده، خب اون میگه که اومدن نیومدن، ما راضی هستیم، خدمت کردن خدمت نکردن، رسیدگی کردن رسیدگی نکردن، این مسائل رو میشینیم بررسی میکنن خودشون، که میشینیم بنده نیستم جزش، اونا مسئولین هستن، میشینن و رسیدگی میکنن و مشکلاتی که تو این راستا هست اینا رو رفع میکنن.
واحد فیزیوتراپی در محل منازل. این جدیدترین واحدیه که ما تشکیل دادیم. آخرین روزی که ما میخواستیم بیای برای اینجا روز فکر میکنم دو روز پیش بود. این واحد فیزیوتراپی رو ما سعی کردیم که راه اندازی کنیم که امروز اینجا اعلام کنیم. یکی از آقایان فقرا که اومد با ما صحبت کرد، اومد و خودش تقریبا نصف خرج این قسمت رو به عهده گرفت و این واحد این کارو میکنه که هم ما در یه محلی به وسیله متخصصین، اینو خوب دقت بفرمایید، بعضیا ایراد نگیرن ببین که اینا باید دکتر باشن، به وسیله متخصصین ما این کارو انجام میدیم. بنده فیزیوتراپی نمیکنم، یه کسی که وارد نیست، متخصص میکنه به وسیله متخصصین فیزیوتراپی در محل و فیزیوتراپی در منزل داریم. دستگاهاش هم تهیه کردیم، همین امروز صبح هم آوردم بهمون تحویل دادم. انشالله در آینده این قسمت بتونه خیلی فعال بشه که بتونن سالمندهایی که در منازل هستن اهم از زنوان و بیمارها رو سرویس بدن بهشون. این شد 31 تا حالا من از قسمت ها خوندم. واحد پذیرش رو که عرض کردم جز صحبت هم که ما دو روز در هفته در حسینیه میشینیم و پذیرش میکنیم. مشاوره روانشناسی رو در حقیقت ما همون قسمت درمان چون میدونستم با اون مربوطه گفتم رد میشم. واحد تحقیق، واحد تحقیق من الان خود هم یادم بس کدوم واحد بودیم، اگه بعد یادم اومد میگم. واحد تحقیق، واحد اقتصاد و مالی، یه واحدی داریم که یک عده از متمکنین فقرا، افرادی که دوست دارن کمک بکنن در این قضایا، در این واحد ما دعوتشون میکنیم. در مواقعی که میخوایم راجع به یک قسمتهایی یک فعالیت رو شروع کنیم که احتیاج به مسائل مالی داره، اینا میان خودشون میشینن در حقیقت مشکل مالی این قسمت رو اونا حل میکنن، مشکل اجراییش هم قسمتهای زیره حل میکنن. تا حالا به حمدالله خیلی خوب فعال بودن و کارهایی هم که تا حالا انجام شده این واحد جز بشه فعالیت داشتیم. ایتام هم یه قسمت جدیدی است که باز رسیدگی میکنن. افرادی رو داریم که نه اینها به هر حال جزو ایتام قرار میگیرن، لازمه که بیشتر از قسمت‌های دیگه به اینها رسیدگی بشه. این قسمت خیلی سابقه نداره، تازگی درست شده و امیدواریم که بتونیم روز به روز به این قسمت هم بیشتر برسیم. و آخرین قسمتی که اینجا نوشتم واحد وام هست که دیگه اسمش روشه مشخصه که نیازهایی که بررسی بشه و چیز بشه. خدمتتون عرض بکنم که امکانات مالی مددکاری محدوده، بعضی درخواستایی ما خیلی بالا که من به یه نفر گفتم والا این درخواست که شما دادیم اصلا تو عمرم اینقدر پول به چشمم ندیدم که بخوام حالا واسه بینه. حالا منظور یه جوری باید بشه که بتونیم با هم دیگه کنار بیاییم. این واحدایی که من دارم عرض بکنم جز واحدایی است که میخوایم راه اندازی کنیم، دقت بیشتری به فقرای محترم داشته باشن که همکاری داشته باشن. یکیش مسئله مهد کودکه. برای مهد کودک دو سه نفر به من مراجعه کردن، سوابق مهد کودک رو دارن، اما ما جا میخوایم و امکانات میخوایم، ولی میخوایم مهد کودک رو تشکیل بدیم برای اینکه خیلی خدمات میدونیم تو این قضیه مهد کودک داشته باشیم. سالمندان مرد رو که عرض کردم تو همون قسمت سالمندان زن و توسعه سالمندان زن رو که باز عرض کردم، مسئله خانه سازی. مسئله خانه سازی یکی از بخشایی است که از اول مددکاری، یعنی سال 11 سال قبل که ما شروع کردیم، این مسئله خونه ساختن، خونه های خیلی کوچیک، آپارتمان های کوچیک برای کسایی که امکانات مسکن ندارن جزء برنامه های درازمدت ما بود، ولی خب دیگه فرصتی برای این که بخوایم به این بپردازیم نشد. اخیرا ما برنامه های ریختیم، کار تقریبا شروع شده و منتظر هستیم کسایی که امکانات مالی، امکانات تخصصی و و تو اینطور مسائل میتونن به ما کمک بکنن بیان به اتفاق بشینیم و این کار رو حتی اگه ممکنه با مقدار کمی هم شده شروع کنیم. باشگاه هنری ورزشی یکی از چیزاییست که پیشنهاد به ما زیاد شده که شما یه باشگاهی درست بکنید که این بچه های فقرا بیان اینجا دور هم جمع بشن و استفاده بکنن از این باشگاه. و 3 دقیقه دیگه هم ارزم دارم. مهمانی های ماهانه رو که عرض کردم تعطیل شده، دنبال جا هستیم و سال روز مددکاری هم انشالله در آینده روز سال روز مددکاری
یک سری خدمات ویژه ما میخواییم انجام بدیم، مثلا یک سری تغذیه در منازل بدیم، یک سری عیادت‌های خاص انجام بدیم، فقط به خاطر اینکه یه هدایای خاصی بدیم که بگیم به خاطر این است که جشن مددکاری بوده. جدیداً جناب آقای کاشانی یه پیشنهادی دادن تو همین جلسه آخر که حالا یه مقداری که روش کار بشه و پخته بشه میام خدمتون و اگر اجازه فرمودید این کار میکنیم، که فرمودن مددکاری فقط نباید هم موقع هم سر این مسئله باشه که نون و گوشت رو برسونه به افراد و حتی مریضا، بلکه یه کمی سطح کار رو باید بالاتر ببره تو بعضی از مشکلات هم که میتونه در مشکلات عمومی که میتونه به اصطلاح کمک بکنه که حالا این قضیه رو بعدن خدمتتون میگم. عذرخواهی میکنیم. عذرخواهی میکنیم از اول خود حضرت عالی که نتونستیم اونطور که شما دلتون میخواد در مددکاری همکاران من که خودم کاری نیستم خدمت بکنم. همه این رو میخوان از شما که عفو بفرمایید و توفیق بدید که انشالله بتونیم اونجور که شما دوست دارید براتون خدمت بکنم به فقرا. و کارهایی هست در مددکاری، درخواست هایی هست که به ما میشه، ما قدرت انجامش رو نداریم. من مخاطبم کساییست که این درخواست ها رو میدن و احیانا یا ما کلش رو نمیتونیم انجام بدیم یا بعضیش رو نمیتونیم انجام بدیم، اونم ما رو ببخشن. ما دوست داریم هر کسی که میاد به مددکاری مراجعه میکنه به هر حال خواستش رو به نوعی انجام بدیم. این خواسته همه مددکاراست که زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، هر کس که به امیدی بر خاک در افتاد، هر امیدی در البته اون امیدی که باطنن دارن که اون انجام میشه، هیچ بحثی درش نیست، ولی اون چه که به مددکاری مربوط میشه ما گاهی نمیتونیم انجام بدیم. پوزش میخوام، استدعا میکنم ما رو ببخشن که وقتی شما ما رو ببخشید انشالله مولا هم ما رو میبخشه. مسئله آخر دیگه که دیگه وقتم تموم شد، مسئله دعاست که ما همیشه یه پاراگراف کوچکی برای دعا داشتیم. گویان تمنایی از دوست بکن سعدی، از دوست تمنایی جز دوست نمیخواهم. ما از خداوند میخوان که سایه بلند پایه شما بر سرمون باشه. همه چیز الحمدلله خودش رو روال داره پیش میره. به حضورتون عرض شود که چون تو دارم همه دارم، دیگرم هیچ نباید. همه چیز الحمدلله هست. استدعا میکنم برای دو تا خانوم من میخواستم امروز اینجا دعا کنم. یکی از مددکارهای واقعی ما یک خانومی هستم که من اسم نمیبرم، اصلا اسم میبرم همشیره از تا باست، اصلا من اسم میبرم. ایشون مدت هاست مریضه. من استدعا میکنم در این مجلس، اصلا اصل مددکار ما ایشونم، من تو اکثر کارها از ایشون مشاوره میگیرم و من راهنمایی میکنم در اکثر کارهایی که دیگه عقلم نمیرسه، حالا یا با ایشون مشورت میکنم یا خودشون میگم من نمیدونم، ولی به هر حال راهنمایی. من استدعا میکنم این مجلس رو ما قبلا نتایج خیلی زیادی ازش گرفتیم، شفای دو نفر از این خانم ها و خانم از آقای رضا علی شاه، این دو تا خانم رو در این مجلس استدعا میکنم. یا آمینی که شما بگید ردخور نداره، آمین رو بفرمید که از همین فردا دیگه انشالله را بیفتن هر دو. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سلامات خرج کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت امام هشتم حضرت رضا علیه السلام و برگزاری جشن مددکاری رضا مبارک با. به نام آن خداوندی که رب العالمین آمد، خدایی که مددکار جمیع مؤمنین آمد، محمد عقل کل، ختم رسول، فخر بنی آدم، بشیر و
هم نظیر و هم مددکاری امین آمد. علی مرتضی و 11 فرزند معصومش، کلام الله ناطق، هم مددکاران دین آمد. بود میلاد مسعود امام سامن زامن، مبارک عید میلاد رضا بر مؤمنین آمد. شه ملک رضا، سلطان تخت ارتضا، آنکه حریم بارگاهش برتر از عرش برین آمد. رضی و فاضل و صابر، وفی و هم رضا باشد، ز القاب جناب او ولی المؤمنین آمد. همان شاهی که خاک پای او تاج فقیران است، همان شاهی که خاک پای او تاج فقیران است، که خاک درگهش رشک بهشت عنبرین آمد. بگفتا مصطفی هر کس که قبرش را زیارت کرد، ز روی معرفت واجب بر او خلد برین آمد. به عصر او گرفته فقر و عرفان رونق و شوکت، زمان او سرور شیعیان و مؤمنین آمد. یکی از شیعیان مخلصش معروف کرخی است، به تقوا و ورع معروف و فخر عارفین آمد. جمال آفرینش مصطفی الفقر و فقری گفت. جمال آفرینش مصطفی الفقر و فقری گفت که فقر فخر است بر آن کس که فخر العالمین آمد. ولایت باطن قرآن و روح دین اسلام است. ولایت را خدا فرموده است. در همین حدیث حضرت رضا، کلمت لا اله الا الله حسنی، و من دخل حسنی امن من عذابی، عن آبائه الکرام، عن جده الاکرم، عن الله تبارک و تعالی. بعد که کجابه حرکت میکنه، یک چند قدمی که میره، پرده کجابه را حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف تحییت و سلام کنار میزنه، میفرمد به شرطها و شروطها و انم شروطها. ولایت باطن قرآن و روح دین اسلام است. ولایت را خدا فرموده است. حسن حسین آمد. چون نام این مددکاری رضا نامیده شد زول، به میلاد رضا جشن مددکاری قرین آمد. مددکاری است اون کاری، اسم مؤسسه خاصی نیست، عده خاصی هم نداره، همین راهی که در خدمت ایشون میریم مددکاری. مددکاری است اون کاری که حق از آن رضا باشد، رضایش برتر از هر نعمتی بر سالکین آمد. اگر یاری کنی دین خدا را، حق شود یارت. مگر این تنصر الله در حقیقت غیر این آمد، این تنصر الله ینصر کن و یسب اقدام کن. من انصاری الالله بزرگان را شنو از جان، به گوش جمله عالم این تنین تا یوم دین آمد. چون مولا دائم حلم ناصر و حلم معین گوید، مددکاری
جواب دعوت حلم المعین آمد. منور گشته این مجلس به نور پیر درویشان. منور گشته این مجلس به نور پیر درویشان، حضورش مایه شادی قلب مؤمنین آمد. بود نور علی تابنده از سیمای اون حضرت. در این عصر حضرت مجذوب علی شه قطب دین آمد. دعای هر مددکار و فقیری هست پیوسته، عنایات تو ما را در مددکاری معین آمد. حالا درخواست همگی، سخن آغاز کن، سخن آغاز کن ای ناطق صادق در این مجلس. کلام دلنوازت بحر ما ماء معین آمد. کلامت راه بنماید فقیران را به سوی حق، برای سالکان گفتار تو بس دلنشین آمد. به ما تعلیم ده ای رهنما راه مددکاری، به ما تعلیم ده ای رهنما راه مددکاری، که توفیق خدا با رهنمون تو قرین آمد. وجود حضرت تابنده را یا رب سلامت داد. وجود حضرت تابنده را یا رب سلامت دار. چو فیض حق از اون حضرت به جمع سالکین آمد، به دنیا فخر کاشانی بود خدمت به درویشان. به دنیا فخر کاشانی بود خدمت به درویشان. به عقبا بهترین سرمایه این کمترین آمد. بریم سلامتی شو سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. یه وقت صحبتی از قبل برنامه ریزی میشه و یه مطلب خاصی میخواد گفته بشه، ولی در غیر این صورت مثل حالا من مطلب خاصی ندارم جز بیان احساسی که از این مجلس میدارم و تشکر از همه فقرا که حاضر شدن در اینجا آورید. چون از خصوصیات مؤمن این است که دیدن خود مؤمن انسان رو تقویت میکنه، یعنی انسانیتش رو تقویت میکنه. بنابراین من این مؤمنین رو که میبینم، مؤمنینی که به نام مددکاری دور هم جمع شدیم در اینجا، این خیلی ارزش داره. ما در تعهداتی که داریم در بیعت، یعنی در تعهد به خداوند، شفقت به خلق خدا و خدمت به خلق خدا، به خصوص مؤمنین و فقرا. بنابراین خیلی ها نمیدونن که این خدمت رو و این وظیفه رو چجوری انجام بدن. چه بهتر که دور هم جمع بشن، هر کدوم از اینها نگر نیازی که داره و میخواد خدمت، جذب خدمت دیگری بکنه، میتواند به این طریق جذب خدمت و همچنین مطلع میشه که دیگرون
چه نیازی دارن. نیاز هم نیاز مادی نیست، نیاز معنوی مهمتر از هر چیزیست. یکی از این نیازهای معنوی به طور مثال که گفتن عیادت بیمارانه. تمام این نیازهای معنوی رو به صورت دستورات شرعی و مستحب آمده. عیادت خیلی ثواب داره، دیدار بستگان و اقوام خیلی، یعنی انجام صله رحم خیلی ثواب داره. اینها همه برای این است که مؤمنین به هم نزدیکتر بشن، چسبندگی بیشتری پیدا کنن. وقتی که دو تا مؤمن، یعنی دو عدد چیز بود، مؤمن نیازش رو مؤمن دیگری برمی آورد یا خودش توفیق پیدا می کند که نیاز دیگران رو برآورد، اینها به هم نزدیکتر میشن و اون وظیفه و تشریحی که خداوند فرموده است که انهم بنیان مرصوص، مثل یک واحد، یک دیوار فلزی میشن، به این حالت نزدیکتر میشن. این است که شفقت و خدمت که گفتن که مظهرش، عبارت ظاهریش همین مددکاریست. این در واقع خدمت اجتماعی است، اون خدمت اجتماعی که در بیعت ذکر شده به ما و به ما دستور داده شده. غیر از خدمات، غیر از عبادات انفرادی. مددکاری هم خب خوشبختانه عده‌ای که علاقمند بودند از همون اول، چندین سال یا 10 سال پیش، برای اینکه بهتر بتونند این وظیفه خدمت رو انجام بدن، دور هم جمع شدن که متشکل باشن. امروز جامعه بشری یه جوری شده که نیازها از همه طرف ما رو احاطه کرده. نیاز مالی، نیاز حالی، نیازهای اجتماعی، نیاز در مقابل این که در دنیا همه ممالک قوانین پیچیده‌ای دارن که دور دست و پای مردم میگیره و این است که در همه زمینه‌ها در واقع مددکاری ضرورت داره. و به همین طریق یه جوری که هست، گروه های مختلفی هستن که مددکاری رو در جهات مختلف ادامه بدن. در واقع مددکاری یه سازمان تشکیلاتی نیست که هر کسی بگه من جزش هستم یا نیستم. تمام فقرا جز مددکاری هستن. حالا این مددکاری اسمش نداریم، ولی جز یه سازمان مددکاری هستن که خوشبختانه در شهرستان ها از این مسئله تقلید شده و یعنی اقتباس شده. تقلید نه جنبه بدش، جنبه. و شهرستان ها الحمدلله شروع کردن. من هم در هر شهرستانی می رفتم از همه خواهش میکردم، میگفتم که پیش کسوتا دور هم جمع بشن، مشکلاتی که برای فقرا این شهرستان ایجاد میشه خودشون حل کنن که به تهران نرسه. و الحمدلله تا حد زیادی این کار شده. ما انشاءالله در این راه مدد کردن به یک دیگر هر روز بیشتر و پیشتر از روز قبل باشیم انشاءالله.